سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. بریم سراغ ادامه بحث LVM که جلسه قبلی شروع کردیم. فرایند LVM رو من جلسه قبلی کامل بهتون گفتم. بریم بیشتر راجع به LVM و ویژگی هاش صحبت بکنیم و ببینیم که اصلا ما چرا میریم سراغ LVM. خب برمیگردم اینجا براتون چند تا نکته رو بنویسم. خب چرا ما میریم سراغ LVM؟ اصلی ترین دلیلش بحث انعطاف پذیری یا فلکسیبیلیتیه. دلیل این که ما میریم سراغ LVM انعطاف پذیری، شما خیلی دستتون بازه برای اینکه بخواید با دقیقت پارتیشن ها کار بکنید. من چند تا ویژگیش رو مینویسم و راجبه صحبت کنیم. ویژگی اول اینه که شما این لاجیکال ولوم ها رو بر روی دقیقا دیسک های مختلف دارید. بخش بین دیسک های مختلف میتونید جا به جا بکنید. یعنی فرضا اگه این قندونه تصور کنید که روی این دیسک بوده، میتونید جا به جا کنید بیاد روی این دیسک. هیچ مشکلی هم نداره. پس اولیش رو مینویسم move logical volumes بین فیزیکال دیوایس های مختلف. خب موضوع بعدی اینه که شما میتونید یک پارتیشن یا اینجا لاجیکال ولیومز رو خب خیلی راحت بزرگ یا کوچیکش بکنید بدون اینکه نیاز باشه در حقیقت قطع بکنید اون سیستم رو. یعنی کاملا زمانی که رو مدار داره کار میکنه میتونید این کار بکنید. اصطلاحاً on the fly. شما میتونید اصطلاحاً از لاجیکال ولیومز ها چی بگید؟ اسنپ شات بگیرید. شاید بگید به چه دردی میخوره. الان بهتون مثال میزنم. فرض کنید شما یه دیسکی دارید، خب مثلا SSDه، دیتاتون رونه، جای دیگه ای به یک دیسک SSD نیاز پیدا میکنن و ندارن اون لحظه. میان به شما میگن که این دیسک SSD رو بدید به من، ما یه دیسک معمولی بهتون میدیم. اینجا چیکار میکنید؟ دیتاتون یک اسنپشات ازش میگیرید، منتقل میکنید به اون دیسک معمولیه که بهتون دادن. یه همچین کاربردی داره. یه سری ویژگی دیگه هم داره. بحث میرورینگ را استریپینگ هم میشه روی لاجیکال ولیومز ها اجرا کرد. میرورینگ و یا استریپینگ. این دلایلیه که ما در حقیقت میاییم از LVM استفاده میکنیم. حالا اینجا یه سوالی پیش میاد، اونم اینه که چه تفاوتی بین LVM و RAID وجود داره؟ LVM RAID چه تفاوتی بین این دوتا وجود داره؟ تو خیلی از موارد این دوتا شبیه هم هستن، اما یه جوری میشه گفت هدف استفادهش رو متفاوته. ما LVM رو استفاده میکنیم برای اینکه بتونیم، دوتا دلیل داره LVM، من جلو خودش مینویسم. یکی افزایش فلکسیبیلیتیه و
راحتی دستکاری، یعنی شما به راحتی میتونید پارتیشن ها رو دستکاری بکنید. خب اما رید اساسا وجود داره برای مفهوم به نام ریداندنتی، یعنی برای اینکه یک جایگزین خوب داشته باشیم. خب ریداندنسی باید داشته باشیم. حالا LVM این فلکسیبیلیتی رو به ما میده، راحتی دستکاری رو میده، اما در کنارش یه مقدار پیچیدگیش بیشتره. پیچیدگیش هم به خاطر چیه؟ به خاطر همین فرایندی که براتون کشیدم، یعنی بحث لاجیکال ولیوم ها، ولوم در حقیقت گروپ ها و فیزیکال ولیوم ها، اینا باعث میشه یه مقدار پیچیده بشه. حالا در کنار اون در حقیقت ویژگی خوبی که داره به ما میده. زمان که شما بخواید LVM رو به صورت خیلی بیسیک اجرا بکنید با چند تا کامند ساده میتونید انجام بدید. اما اگه بخواید LVM رو یه مقدار اصطلاحاً ایفیشنس باشه، یه مقدار بازدهیش بالاتر باشه، نیازمند یه مقدار دقت بیشتر و حالا کامنده بیشتر. ولی خب بیسیکش واقعا کامند زیادی نداره در مقابل اون پیچیدگی که داره. خب کم کم بریم دست به کامند بشیم ببینیم که چه خبره. من ویچول باکسمو میارم بالا. ما تو این دوره از راکی لینوکس استفاده میکنیم بچه ها، پیشنهادم میدم از راکی استفاده بکنید و دقیقاً مشابه من بریم جلو. ولی خب میتونید از سایر توزیع لینوکس هم استفاده بکنید. خب اجازه بدید من از قبل یه دونه راکی رو اینجا ایمپورت کردم و یه هارد 10 گیگی هم بهش دادم. خب ولی از این استفاده نمی کنم، روی این کلیک راست می کنم، یه کلون ازش می گیرم که خود اینو همیشه داشته باشم دست نخورده شو. خب اسمشو می زنم راکیه 1، این گزینه رو بذار روی generate new mac address، next، linked، finish. ما با این کار میکنیم دیگه، این اورجیناله رو نگه میداریم برای دفعات بعدی، چون یه جایی حالا جلوتر بریم ما همزمان دو سه تا ماشین بالا میاریم. خب اینو استارتش میکنم. قبل از اینکه بخوایم بریم سراغ کامندای مربوط به در حقیقت LVM، اول بریم مثلا روی این دقیقا سیستم همونمون چه خبر، روی این ماشینمون چه خبره، یه تحلیل طور انجام بدیم روش. خب بریم یه سیناریو با هم دیگه انجام بدیم. من راکی لینوکسم رو در حقیقت آوردم بالا. خب اول بریم یه وضعیت خود ماشینی که الان رانه رو یه چک بکنیم ببینیم دیسکاش به چه صورته. دو تا دستور وجود داره برای این کار، یکی df-h که اینجا اگه دقت بکنید به من داره میگه یه دونه دیسک دارم sda1. خب اگه میخوام یه ذره ریستر اینو ببینیم، یه دستور دیگه داره به نام lsblk. خب اینجا چی داره به من میگه؟ میگه تو یه دونه دیسک داری به نام sda1 خب که این چند تا پارتیشن داره، یه SDA1 که /boot1 گیگ، از اون 10 گیگ من 1 گیگو دادم به /boot، اینجوری پارتیشن بندی کردم، 9 گیگو دادم به در حقیقت خود slash که از اون 9 گیگ 8 گیگش مال slash، یعنی مال روت همه، 1 گیگش هم دادم به swap. عذر میخوام، پس من یه دونه دیسک 10 گیگابایتی دارم، 1 گیگ مال بوت هم بوده، 8 گیگ مال روت هم بوده و 1 گیگ هم دادم به سواپ. خب یه تحلیل وضعیت، من اول سویش کنم روی دسترسی روت هم. خب میگه که این نیست، پسورد یه بار دیگه بزنم، اتفاقاً کیبوردم چون فارسی قبول نمی کنه این لحظه.
بازم قبول نکرد. خب ناملاک هم خاموش بود. الان من قبول کن. اوکی. خب بریم سر وقت این. یه تحلیل کلی بود که اصلا الان خود ماشین ما چند دیسک داره، پارتیشناش چجوریه. خب قبل از اینکه بخوام بریم سراغ پیاده سازی LVM، اول بریم یه سری کامند مانیتورینگ LVM رو با هم ببینیم که 9 تا کامند شبیه هم هستند بچه‌ها. خب من این بالا یه کامنت میذارم. خب دستوری که با PV شروع میشه مال فیزیکال والیوم ها هستن، اونایی که با VG شروع میشن مال والیوم گروپ ها هستن، اونایی که با LV شروع میشن مال لاجیکال والیوم ها هستن. اون اکثر اگه یادتون باشه زیرون اکثر رو بیارم. خب فیزیکال والیوم هامون، بعد والیوم گروپ هامون و لاجیکال والیوم هامون. خب لاجیکال والیوم هم قندون هاست، والیوم گروپ اون سطح قرمز هست، فیزیکال والیوم هم اون جاییه که شما اون تیکای بزرگ قند رو با قند شکن خورد میکنید. اینا هر کدوم از این دستورا سه تا حالت مانیتورینگ دارن. یه دونه S دارن، یه دیسپلی دارن و یه اسکن. خب حالا بریم دونه دونه بریم. من میخوام ببینم که الان چه فیزیکال والیوم هم رو دیوایس هم دارم. میزنم P, V, S. میگه شما یه دونه SDA 2 دارید. خب بذار من دستور DF-H هم بزنم اینجا کنارش. میگه شما یه SDA 2 دارید که فیزیکال فیلش صفره. خب این یه زد دیتا دقیقتر بخوایم بگیریم میزنم P, V, Display. خب این دقیقا فیزیکال والوم هم اسمش SDA 2ه، والوم گروپ اسمش RLه، سایزش حدود 9 گیگه، بعد این هم 4 مگابایتی که من بهتون گفتم P سایز اکستندان همه، توتال اکستندد هم 2300 تاست، فریاش صفره، یعنی من چیزی فری ندارم از اکستندد هم، یعنی هیچ قندی نمونده استفاده کنم ازش تو قندون بذارم. یه دستور دیگه هم داریم پی وی اسکن که میگه یه مقدار کمتر از 9 گیگه و فریش هم صفره. خب این سه تا دستور مربوط به فیزیکال والیوم همه. حالا ما همین رو برای یه والیوم گروپ هم داریم، VGS. خب VG دیسپلی. خب بعد حالا دیتای مختلفی که جلوتر رو جوش صحبت میکنیم، VG اسکن. یه دونه RL من والیوم گروپ پیدا کردم. همین رو برای چی داریم؟ برای LV داریم، لاجیکال والیوم همون LVS که الان داره میگه که یه 8 گیگ روته، سواپ اونم 10024 یه گیگه، LV دیسپلی. تو LV دیسپلی نیا کن داره ریستر نشون میده، میگه که شما یه لاجیکال یه قندون دارید برای اسلش روتونه که 8 گیگه. خب یه دونه سواب دارید که یه گیگه، یه اسلش بوت هم داشتم یادتون باشه، حالا اونو چیز نمی کنه. خب پس قندون هم داره نشون میده، میگه دوتا شما قندون دارید به اندازه 8 گیگ یا 2048 تا قند داخلش، همون تیک اون دقیقت اینا 2048 از اینا داخلش 4 مگابایتی ها. و LV اسکن این هم وجود داره. خیلی در کل بچه ها DF-H یه باری که بگیرم، هر جایی چیزی به نام مپر دیدید احتمالا LVMه، احتمال خیلی زیاد LVMه که در این بالا میبینیم توضیحاتشو.
خب برای اینکه یه بار دیگه مرور بکنیم، من یه دیسک 10 گیگابایتی روی ماشین دارم، خب که اینجا دارم میبینمش. بذارید اینجا دقیق تر نشون بده. یه دیسک 10 گیگابایتی من اینجا دارم به نام SDA1. خب این 9 گیگش رفته تو LVM. 9 گیگش رفته تو LVM. خب چجوری رو میتونم بفهمم؟ با دستور این بالا داشتیم دیگه، نکنید بذار اینو بذارم جلو چشتون همه دستوراشو اینا. خب با دستور PVS شما میتونید فیزیکال والومات رو ببینید. میگه یه دونه 9 گیگی شما PVS دارید. خب پس ما تا اینجا فهمیدیم که یه دونه فیزیکال والیوم دارم به نام 9 گیگ حجمش از فیزیکال دیسک 10 گیگی. خب حالا والیوم گروپ هامون چجوریه؟ والیوم گروپ S میگه شما از اون فیزیکال والومتون، یعنی از این 9 گیگ، یه دونه والیوم گروپ 9 گیگی هم دارید. پس کلشو برده توی یه دونه والیوم گروپ به نام RL. اسمش هم گذاشته RL. آلش هم همون راکی لینوکسه. خب حالا از این والیوم گروپه چند تا لاجیکال والیوم داریم، یعنی از این سطل ما چند تا قندون تونستیم درست بکنیم. دستورش چیه؟ لاجیکال والیوم S. میگه از اون والیوم گروپ شما یه دونه 8 گیگ بردی برای روت، یه دونه 1 گیگ هم بردی برای سواپ. این میشه کل فرایند. پس یه جورایی بچه ها الان ما دستمون اومد که چه خبره. خب و این که بچه ها یه چیز دیگه، این اسما رو هم فهمیدیم از کجا اومده. این RL همون والیوم گروپشه، این لاجیکال والیومشه، اسم روته. اسمی که اینجا گوشه RL-root یا RL-swap از اینجا داره میاد. خب که اینا بچه دو تا سابلینک هست. حالا میخواید فایلاشو ببینیم. خب یه دستوری داره، دستوری که نه، یه جایی از این فایلا ذخیره میشه. فقط کافی یه ls بگیرید -l روی این دایرکتوری /dev/mapper/rl-ستاره، یعنی هر چیزی که با RL شروع میشه. خب نیا کنید، میگه دو تا فایل وجود داره، RL-root RL-swap. نیا که تایپش هم لینکه. خب به دو تا دو نقطه DM0 DM1. خب حالا بریم ببینیم اینا چیه، یا میتونید توی این مسیر همین رو ببینید، LS-L این فایل ها رو میخواد ببینید، S/dev/RL اسم والیوم گروپمون، ستاره، میگم همین فایل داخلش. یا کنید ایناش خیلی هم اسمش خانه هست، یعنی مشخصه که مثلا این چیه و این چیه، خیلی واضح و مشخصه. یه df-ht بزرگم بگیرم اینجا، نیا کنید rl-root تایپش xfs. خب سواپ هم کوپ هست بچه ها. نکته برای که بخوام اون سواپ هر رو ببینیم، خب یه دستوری هست به نام سواپ آن داش اس. اینجا نکنید این هاشه dm-1، این هم dm-1 به این اشاره داره و سایزش هم 1 گیگ و الاخر. یا میتونید یه فایلی رو کت کنید تو /proc/swap-s، همون فایل رو میده، همون خروجی رو میده. خب بچه ها ما فعلا وارد ساخت LVM نشدیم، ما فقط داریم شرایط موجود رو مانیتور میکنیم، تحلیل میکنیم. خب جلوتر که بریم سناریو با هم انجام میدیم، LVM میسازیم و کامل برای توی مطالب جا میتونیم. من هم میخوام سیستمی که الان خودم دارم رو ببینم شرایطش چجوریه. خیلی خوب بریم بیایم جلسه بعدی میخوام بریم سناریو رو شروع کنیم. سناریو اینه که بچه رو همین ویلچور باکس هم من میام به همین دقیقت ماشینم دو تا هارد درایو 10 گیگابایتی اضافه میکنم بشه 3 تا. 10 گیگ خودش داره، 2 تا من اضافه میکنم. بعد میخوام رو این دو تا 10 گیگی که میشه جمعاً 20 گیگ 3 تا پارتیشن 4 و 7 و 9 درست بکنم. اینو با LVM میخوام انجام بدیم. با بیسیک نمیشه انجام داد 4 و 7 و 9، اما با LVM میشه. بریم بیام جلسه بعدی انجامش بدیم. فعلا خدافظ.